شرم آدم میاد. یعنی آبرو همین محمد و صحابه و همینا رو همه که شما با خاک یکسان کردی. بارها گفتم مسلمان ها 99% اینا تمام افکار اینا و تا خشتک اینا، یعنی از اون خشتک که خارج چیم دیگه هیچی در درون از اینا نفته نیه. کورچوسی رنگ اتونا چوت سوکر خار چوت سوکر خار دست بزی اکو کور با کون تو میکنم خدا تاشم تو رو همینجا مرزا بزرگو که کاف خار نازم بفهمیدی مارو پاک نبرو چوت سوک ماه ماه خدا، ماه خدا فقط میگی 11 ماه دیگه ماه شیطانه. چی خبره؟ چی خبره کشو؟ اگر نکاری می دبدبه من برم کارم مثل برم شافت کارم میگه تا میگه کارم بکنه پیاره کارم زده چوشه ارمی تو خودی گفزی کشد خبر داریم اونم چی رقم خبره داغ داغ مثل لبلبی بری مولا صاحب یکی از مسجدهای کشور دستگل باوی دادن باید نگاه کنیم خارب خاندشور ولد حاجگل باشندی کنم خود ولد کندوز دیگه در حدود یک نیم سال میشه من در مسجد داداباد امام هستم و اونجا 35 الى 40 شاگرد دارم که عبارت از دختر و بچه می باشه. دین روز بعد ظهر به تاریخ 22/1/1400 من حلیمه ولدی ملاغفار که سن 10 الى 11 سال دارم دیگه در اونجا خواستم در حجره دیگه اونجا عملی بدم عملی زنا را امرایش انجام داد. البته توقع نمیشه دیش، یعنی از این بیشتر نمیشه از اینا توقع دیش. با یک دختر 11 ساله ایشان زنا کردن، خود نام اقرار میکنن. روز ساعت 3:30 بجه بعد از ظهر من عملی بد عملی زنا او را قص کردم و من گریختم سهر تر کردم رفتم در خانه. سبایش من آمدم در شهر قندوز نفره امنیت میلی مرا گرفتار کرد که فعلا حلیمه را در شهر قندوز در ریاست سیاتمه آوردم اونجا بستر است. بازم درود برای که بیامد در امیت رسمان میگه که من این کار را بکردم. البته میگم توقع بیش از این نمیشه، نمیتونیم دیشته باشیم چون پیامبر همین شخص به 9 سالگی خود یک دختر ازدواج کردن، یعنی خود یک دختر 9 ساله ازدواج کردن. این دیگه برای کل همین جهان مشخصه، این دیگه توهین نیه. یعنی در همین دین مقدس بیامونده که اگه دختر همون مریض ماونه خور شد به 9 سالگی 10 سالگی ازدواج بزو واجبه بدن که بره. یعنی پینوکیو آدم شد این ملت، ما آدم بشو نیم توهین حساب میکنی حساب کن نمیکنی نکو هرچی که تو دل تو ما حساب کن توهین میکنی نمیکنی خلاص کن با شفر گفتم بفهمیدی. دعای خیر یعنی چی؟ دعای خیر نمی یعنی چی؟ نه بذار بهت توضیح بدم روشن بشیم. ما همیشه دست ما موبایل بالا میگیم خدایا نمیخوای به ما خانه بدی خدا میگه خیر. میگم نمیخوای به ما ماشین بدی خدا میگه خیر. میگم خدایا نمیخوای به ما زن بدی خدا میگه خیر. قبلا برو بره میگم خدایا پول میخوام میگه خیر. این بخش ما کمک به سیاست اشاره بکنم. من سیاست مدار نیم اما میتونم نظر خور یا تئوری خور بگم. 20 سال پیش در بن منظور ما بن کاله و تا ذهن شما هولیکی از تخش راک شما تصور میشه اون نیه. بن پایتخت آلمان سابق حال برلینه. پایتخت آلمان ما چند بن داریم، یکی بن پایتخت آلمان سابقه که حال برلینه، یک بون اجیاغا داریم، یک بون بنیاد نمیگن تو از اون بنیاد فاتح تو خونده یکی اونه. سلام علیکم جلالت مآب محترم رئیس صاحب جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و سرقومندان قوای مسلح کشور، این جانب سمنوال شراغا علکوزه عامر امنیت و سرپرست قومندانی امنی ولایت بادغیس برادر شهید قهرمان سمنیار محمد رفیق علکوزه که چند روز پیش در ولایت هرات در جنگ روی در مقابل دشمنان قسم خورده مردم افغانستان جام شهادت را نوشید. امر کنیم سه.
یک بوندگی هم داریم که کاغذ وقتی میری خرید میکنی میگم او بونر به ما بده. 20 سال پیش در بون نشست شد که آقای حامد کرزی رئیس جمهور ما شدن. 8 سال 10 سال همیشه چیزیشان رئیس جمهور ما شدن و یه چشمک زدن و ما بزی دادن. 8 سال که ایده غم ماسمالی کردن من رفت 10 سال برد کار خود. بعد از اون آقای اشرف خانی را آوردن. دو تا از برادران پشتون با احترام به پشتون‌های عزیز شما هموطنان منیم و هیچ گونه دل مکدری یا کدام پرابلم خود شما ندارم. یعنی هزاران سال هم که تیر شد ما خودی هم هموطن مجبور و محکومیم که در همین خاک زندگی بکنیم. شما سلامت باشیم جناب رئیس صاحب جمهور، خداوند شما را با عزت و سرفراز داشته باشه. ما فامیلی هستیم که از نوادگان احمد شاه بابا میرویس خان نیکه و وزیر یار محمد خان آل کوزه هستیم. ما افتخار داریم که به خاک خود، به وطن خود، به سرزمین خود خدمت میکنیم. جناب رئیس صاحب جمهور، ما چهار برادر هستیم در صفوف نیروهای امنیتی. یک برادرم معیوب شد، چشمکاش مین زد، نابینا شد. برادر قهرمان دیگه شهید شد. خودم چندین بار زخمی شدم، بازم به خاطر حفظ جمهوریت، به خاطر دفاع از مردم با عزت افغانستان، آماده هر نوع قربانی در مقابل دشمنای دین و وطن خواهم بود. من نمیفهمم چرا همین اسم آقای همین عبدالله یک چی هم فامیلی و یکی هم اسمی و یکی، مثل که بلد نبوده چی رقم عبدالله. اصلا نمیفهمم نام خانوادگی عبدالله، اسم عبدالله، دکتر عبدالله، عبدالله عبدالی. خداوند شما داشته باشه. این امیر روسی هست که جمهوریت از هم ما کده مزرگ برن و انشالله دوباره رفاه افغانستان در نتیجه قهرمانی ها تعاون و پایمردی دار تأمین میشه. از برادر دیگه تا نگوازیت هیچ ضرورت به توجه داشته باشه معمیه لیده دلیتون این امرای تا تحقیب نیکنن و اگر کدام فرمایش دیگه داشته باشید میره بادی کنید. یعنی 20 سال از عمر ما ماسمری شد، هیچی به هیچی، فقط تنها کاری که کردن 3 تا 4 تا بند ساختن. این از اون بند مثل که خوش اینا میده دیگه. چه کار کردن در زیر ساخت های کشور؟ چه کار کردن؟ هیچ. یک بارش میباره نعمت خداوند متعال همه جا رو میگیره. کبو بیتره که همون خداوند متعال این نعمت ها رو ندن، چون ما توانایی نداریم که یک ذره نعمت ما جمع کنه. شما سلامت و با عزت باشیم جناب رئیس صاحب. یک دو پیشنهاد خدمت شما دارم صاحب. یک، خودم مدت یک نیم سال در ولایت بادغیس هم عامر امنیت هم سرپرست و قماندانی، یک برادر به صفت قماندان آمد، یک ماه بود امو جنگجال مقام ولایت شد و رفت از اینجی. همینطور بدون سرنوشت من اینجی شب و روز در مقابل دشمنای وطن جنگ میکنم، کسی به ما منظوری تا فعلا نداده. یک و دوم، یک مکان عمومی اگر به ولایت هرات به خاطر یادبود از شهید قهرمان برادر ما که به نام زوشه که یک تشویق به خاطر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بشه سر، یک جای به نام زو بشه که نام زو همیشه جاودان باشه. اما چرا پشتون دوتا رده بره 20 سال؟ و یک پیشنهاد دیگه از جلالت ما محترم رئیس جمهور، اگر امر یک عملیات در سایه ولسوالی پشت زرقون و اوبه ولایت هرات که ما انتقام خون ازی برادر شهید خور ازی دشمنای قسم خورده مردم افغانستان بگیریم سه. اگه کمک عمیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم، چرا 20 سال دو رئیس جمهور پشتون؟ پشتون ها هموطنان ما هستن، ما این نمیتونیم انکار بکنیم، نمیتونیم هم تکذیب بکنیم. ما محکومیم که در همین سرزمین با هم زندگی بکنیم. پشتون، تاجیک، آذر، ازبک، هر چی که هست، ما باید محکومیم که در همین سرزمین با هم زندگی بکنیم. اما چرا در طول 20 سال گذشته دو تا رئیس جمهور پشتون به ما در واقع غالب شدن؟ دلیل داره. یکی از دلایل اینه که اگر در افغانستان چنانچه آقای امی عبدالله انتخابات ببرد دیگه، برای همه گیدیم کل جهان ثابته، منتها
از کاخ سفید گویا گزارش رسیده که بله صلاح بر این است که آقای اشرف غنی ادامه بدن. اوکی ادامه بدن گپ نیه، اما چرا ادامه بدن و چرا رئیس جمهور افغانستان قرار نیه که از دیگه قوم های افغانستان باشه؟ دلیل داره. سه قوم بزرگ دیگه در افغانستان هستن: ازبک، تاجیک، هزاره، که اینا هر کدوم توانایی و قدرت حاضر دارن که امورات کشور به دست بگیرن. اما متاسفانه در قوم پشتون و هموطنان پشتون ما اینا سیاست بلد نیان، فقط سیاست از راه خیلی 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 فاسد و کوچکی به قضایا نگاه میکنن از کانال سیاست، بزرگ اندیش نیان. شما سلامت و با عزت باشیم جناب رئیس صاحب. یک دو پیشنهاد خدمت شما دارم صاحب. یک، خودم مدت یک نیم سال در ولایت بادغیس هم عامر امنیتم سرپرست قماندانی، یک برادر به صفت قماندان آمد، یک ماه بود امو جنگجال مقام ولایت شد و رفت از اینجی، همینطور بدون سرنوشت من اینجی شب و روز در مقابل دشمنای وطن جنگ میکنم، کسی به ما منظوری تا فعلا نداده. یک و دوم، یک مکان عمومی اگر به ولایت هرات به خاطر یاد بود از شهید قهرمان برادر ما که به نام زوشه که یک تشویقی به خاطر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بشه سب، یک جای یک به نام زو بشه که نام زو همیشه جاویدان باشه. چرا در کشور ما نباید یک رئیس جمهور تاجیک یا هزاره یا ازبک روی کار بیاید؟ دلیل داره. یکی از دلایل اینه که اگر در کشور ما، در پایتخت ما، در کابل نظامی به وجود بیاید که در صدر او یک رئیس جمهور تاجیک یا ازبک یا هزاره باشه، طولی نخواهد کشید. دقت کنید در تاریخ 50 سال یا 100 سال هیچی نیه، چنانچه همین 1400 سال که گذشته هیچی نبوده. خیلی ساده ما شما میگیم 1400 سال، طولی نخواهد کشید که در طول 50 یا 100 سال آینده مرزهای بین ایران، افغانستان و تاجیکستان برداشته میشه و اتحادیه‌ای به وجود میاد به نام اتحادیه پارسی زبانان یا ایران بزرگ. این هست و ما تبدیل میشیم به یک قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در کل منطقه، نه تنها منطقه بلکه جهان. شما ببینید آقای آمریکا میاید در زمان اعلان میکنه که ما تمام نیروها خود از افغانستان میکشیم، این کار قصدن کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که مردم افغانستان به او بلوغیت سیاسی برسیدن 10-15% اینا، و اگر این بار رئیس جمهوری از قوم پشتون حاکم بشه بر ملت افغانستان 2 سال یا 3 سال دیگه این بار کسی نمیتونه کار بکنه. یعنی همین 10-15% که به بلوغیت سیاسی رسیدن اینا میرزنن بیرون، میرزنن بیرون کلا نمیگی که این حق قوانیه. سلامت باشیم جان، سپاس جناب رئیس، جان سپاس، ما به خدمت شما. ما هم نواده های وزیر یارمبت خان هستیم با تمام قوم، با تمام قوت انشاءالله هم و تام در پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان در پهلوی شما خواهد بودیم سه. پس چه کار کنیم؟ بیایم همین بچه کاکه هایی که اینا 20 سال 25 سال 30 سال همین برادران غالب یا طالب ما اینا خوب صحیح پرورش دادیم برای افغانیزه کردن همین ملت، اینا مجبور کنیم که بیایم به داخل سیاست افغانستان که حداقل 50 سال دیگه پروسه طول بکشه و نسل های بعدی باور کنن که اینا افغان هستن، باور کنن که اینا پشتون هستن. شنیدید چی گفت قانونی صاحب؟ گفت نمیخوایم که دیگه وقت آخر کسی سر ما کلا بگذاره. پرسار که پلی جناب رئیس زیبایی مجلس ما پالوش می استاد میشه شما کنار استاد میشه شما خوب 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 این لونگی از کلا نیست که بیچاره من که پاس کشید پاس میگیرم پاس کشید والله این کلا گذاشتن بیاین بیاین به تبریک باشید. کاملا این داستان سازماندهی شده. به هر حال این بخش سیاسی بود، امیدوارم که خیلی پرگپی نکرده باشم. یک نکته دیگر اشاره میکنم که مثلا تصور کنیم غلام حسن رو تا خیابون میبینیم، غلام حسن میگه این پولا
غلام قیوس تو دیروز بدادی چندی بود؟ چرت میدونه. والله اگه خدا امر دروغگو نکنه به نظرم 1.5 لک بود. آخه خدا بیکاره که بیاد تو دروغگو کنه. چرا توهین میکنیم به همین خدا؟ همین خداوند متعال از دست ما واقعا فرار کرده، متنفر شده از ما، جماعت بعدی آمده از ما، ما را در اله نمیده، یعنی اله کرده ما، با حال خود ما واقعی دیشته. توی مسلمانی که میایی بریم پیام میدی که آی نمیفهم ایته و اوته و علا و بلا و چه کار فلان، یک کمک از این فضای خشتک بیا بیرون و بالخونه متوسل شو. آخه این که دعا لغمه که نیه، که هم صبح پنجشنبه بود که بود صبح جمعه بدهیم که دعا لغمه تمام خیلی خیلی میخورده. از تو همیه بخر دریا میشمد پیدا، برخیز از امروز فردا میشمد پیدا، پرچم بگیر و صد زبان فریاد کن فریاد، با گام ما صد دشت صحرا میشود پیدا. حق در پر گل نیست، حق در نوک شمشیر است، سر روی کف آور که سودا میشود پیدا. احدودها را قوت آزادگی بشکن، از تو و من امروز یک ما میشود پیدا. مجنون بیا در جاده آزادگی، امروز با خون خود بندیس پیدا میشود پیدا، با خون خود بندیس پیدا میشود پیدا. Sus